وایز یه دلقک روانی که بعد 27 سال برمیگرده تا یه بار دیگه شهر رو با آشوب بکشه. گیلاسیا سلام. امروز براتون قسمت دوم فیلم ایتو آوردم. حتما نسخه اولش رو از اینجا تماشا بکنید چون کاملا به هم دیگه مربوطن. نسخه دوم 27 سال بعد از نسخه اول اتفاق میفته، یعنی سال 2016. البته توی کتاب ها نسخه اولش تقریبا 30 سال قبل تر از فیلمشه. یعنی در اصل خوره زمانش با هم دیگه فرق داره، اما خب کلا داستانشون یکیه. بازم میگم تو قبلی هم گفتم کتاباشون خیلی خفنن، حتما اگه عشق فیلم اونایی ترسوکید یه بار اونو بخونید. بریم افنو ببینیم، حواسون رو بسپر و کامل صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم سکانسی از فیلم قبل رو میبینیم. بچه هایی که پنیواز شکستلان و اسم گروهشون هم گذاشته بودن لوزرز یا بازنده ها، دارن خدافزی میکنن و قول میدن که اگه 27 سال بعد پنیواز برگشت اونم برگردن که این دفعه شکستش بدن. حالا میریم به سال 2016. 27 سال گذشته و توی شهر بازی یه زوج همجنسگرا رو میبینیم. وسط خوشحالشون گیر چند تا قلدرهای شهر میفتن و یکیشون توسط اونا پرت میشه تو آب. وقتی اون یکی میره دنبالش میبینه که پنی وایز داره پارتنرش به شکل وحشتناکی میخوره. چند ساعت بعد پلیسای محل اعزام میشن چون یه جنازه تیکه تیکه شده رو پیدا کردن. مایکو میبینیم حالا یه کتابخونه زده و هنوز همینجا زندگی میکنه. با فهمیدن خبر این جنایت میفهمه دوباره همه چیز داره تکرار میشه و برای همینم هم سعی میره که بقیه اعضای گروه خبر بده. بیل بعد از پایان قسمت اول از این شهر رفته و حالا یه نویسنده بزرگ شده. ادی یه کارمند پول داره و با زنی ازدواج کرده که به شدت شبیه مادرش تو قسمت قبله و همش بهش گیر میده. بن برخلاف پسر توپولی که بود حالا یه سرمایه‌دار خیلی خوش‌هیکل جذاب شده. ریچی هم یه کمدین معروفه و به ویلیام می‌بینین که با مردی ازدواج کرده و یه تولیدی بزرگ دارن. البته که شوهرش هم مثل پدرش مدام تحقیرش میکنه و اصلا به ویلیام باور نداره و همش بهش شک میکنه. اونم برای تماس مایک دیگه همه چی رو با شوهرش تموم میکنه و برای درآوردن حلقش سمت شهر میره. خلاصه که همه دوستا سمت شهر راه میافتن. وقتی به استنلی میرسیم مثل همون بچگیش هنوز خیلی از پنی وایز میترسه. برای همینم شنیدن خبر مایک حسابی وحشت زده میشه و سکانس بعد میبینیم که توی وان حمومه و رگاش بریده شدن. یه سکانس هم میبینیم که تو قسمت قبلی قلدر مدرسه یعنی هانری بعد افتادن توی چاه نمرده. وقتی میرسه به خونشون سری به جرم قتل پدر دستگیرش میکنن. حالا 27 سال گذشته و هانری هنوز توی تیمارستان بستریه. یه رفه بیرون پنجره یه بالکنک قرمز میبینه. با خوشحالی فریاد میکشه و اونو به اتاقش میبرن. هانری که تنها میشه یه رفه دوستش رو میبینه که 27 سال پیش گیر پنی وایز افتاد. بچه با قیافه پوسیده و داغون سمت هانری میاد و چاقوی اونو بهش پس میده. خلاصه که بچه های گروه بازنده ها هم دوباره دور هم جمع شدن و بعد این همه وقت حسابی خوشحالن و تفریح میکنن. بن همچنان عاشق بولیه اما چیزی بهش نمیگه و بولی هم مشخصه همچنان از بیل خوشش میاد. نکته مهم اینه که انگار همشون اتفاقات 27 سال پیشو فراموش کردن. حتی چند تاشون نمیدونن زخم روی دستشون که به خاطر پیمانی که توی بچگی بسته بودن به وجود اومده بود برای چیه. همه غیر از ماک که کل زندگیشو به تحقیق برای این قضیه گذاشته و هنوز تو شهر مونده. به بقیه میگه این شهر یه ویژگی عجیب داره. هرچی ازش دورتر میشی بعضی چیزها از ذهنت فراموش میشن و شاید به خاطر همینه که تا الان کسی نتونسته پنی‌وایز رو شکست بده، چون همه از اینجا میرن و فراموشش میکنن. بعد میگه دلیل اینکه همه رو به اینجا دعوت کرده چی بوده و کم کم بقیه خاطراتشون هم به یاد میارن و یکم عصبی میشن. هنوز نفهمیدن چه بلایی سر دوستشون استنلی اومده و فکر میکنن فقط چون ترسوه نیومده اینجا. بعد شام رستوران طبق عادتش برای هر کدوم یک کاغذ مثلا برای پیشگویی میاره، اما این بار رو هر کدوم فقط یک کلمه نوشته و وقتی کنار هم میچیننشون میبینن که نوشته فکر کنم استنلی نتونست رگشو ببره. حسابی شوکه شدن. وقتی به خونه استنلی زنگ میزنن همسرش میگه که دیروز جون خودشو گرفته. یه دفعه اتفاقای عجیب تو رستوران میافتن و انگار توهمهایی از زامبی و چیزهای مختلف میزنن. به خودشون میفهمونن همش توهم و بعد بیرون اومدن عصبانی شدن. به مایک هم میگن ما نمیتونیم دوباره با این چیزا سر و کله بزنیم و میخوان روز بعدی از اونجا خارج شن. اما بیل کنار مایک میمونه و به اصرار اون میرن به کتابخونهش تا همه چی رو مایک توضیح بده. یه لحظه میرن به تیمارستان و هانریو میبینن که با همون چاقو نگهبانا رو کشته و از اونجا داره فرار میکنه. بیل هم همراه مایک به کتابخونهش میرن و از دیدن این همه تحقیق که در مورد تاریخ شهر خیلی متعجب میشه. مایک لیوان آب برای بیل میاره و یه جعبه هرمی شکلم جلوش میذاره. حالا شروع میکنه به تعریف اصل داستان. چند میلیارد سال پیش یه موجود که ضد خالق زمین بود به اینجا اومد تا قدرت خودش رو زیاد کنه و در آخر خدای زمین رو شکست بده. اون موجود از ترس بچه‌ها تغذیه میکنه و روحشون رو برای زنده موندن میخواد. ما اونو به اسم پنی وایز میشناسیم.
کسی که قبلا هم اومده بود دنبالمون. سالها پیش یه قبیله سرخپوست خواستن اونو شکستش بدن. این وسیله باستانی رو پیدا کردن و میدونستن که مربوط به همین موجوده. وسط این تعریفا بیل کم کم سرگیجه میگیره و میفهمه مایک توی لیوان آبش دارو ریخته. با عصبانیت میگه چی کار کردی و مایک میگه این یه گیاه باستانیه که باعث میشه همه چیزو بهتر درک کنی. واقعا هم همینطوره، چون عکسای روی اون جعبه انگار همین اتفاقا رو دارن به بیل نشون میدن. میبینیم که قدرت اصلی پنیوایز توسط 3 تا نور به اسم نورهای مرگبار نشون داده میشن. وقتی قربانیاش این نورها رو از تو دهنش میبینن حالت مسخ شده میگیرن و اونم میخورتشون. برای اجرای مراسم شکستش تعداد سرخپوست به محلی رفتن و بعد گرفتن دست هم مراسم اجرا کردن که موجود باستانی یا همون پنیوایز رو داخل این جعبه گیر بندازن. اسم مراسمی که اجرا کردن مراسم چات هست و چند تا محله مختلف داره. خلاصه که بیل میفهمه جریان خیلی جدیه و تصمیم میگیره کمک مایک کنه تا مراسم چات رو اجرا کنن، چون برای این کار به همه اعضای گروهشون نیازه. میریم به هتلی که بقیه بچه‌ها شبا دارن میگذرونن. به ولی یه حالش بد شده و برای گیر دادن بن براشون تعریف میکنه که از همون 27 سال پیش مدام کابوس‌های میبینم که انگار آینده رو پیش بینی میکنن. آخرین کابوس هم اصلا وحشتناک‌تر بود. تو این کابوس جنازه استنگ رو دیدم قبل اینکه اصلا بفهمم چه بلایی سرش اومده. بعدم همتون کنار من پیش همون جنازه بودیم و هممون دونه دونه داشتیم به دست پنی‌وایز کشته می‌شدیم. بیل و مایک سعی می‌رسن با شنیدن این حرفا میپرن وسط. میگن تنها راهمون اینه که پنی‌وایز رو قبل اینکه ما رو بکشه شکست بدیم، وگرنه هممون نابود میشیم. برام همه چیزهایی که بیل دید رو براشون تعریف میکنن و میگن که اولین مرحله اجرای مراسم چات اینه که هر کدوم اون بر یه یادگاری مهم از اون روزهای اولین برخورد با پنی‌وایز پیدا کنیم و تو اون مراسم بسوزونیمش. صبح بعدی همراه مایک راه میافتن و اول از همه به جنگل میرن، جایی که توی بچگیشون بن یه مخفیگاه ساخته بود که بتونن راحت‌تر وقت بگذرونن. مایک میگه آوردمتون اینجا چون استنلی عاشق اینجا بود، الان که خودش پیشمون نیست باید بتونیم یادگاری اونو هم پیدا کنیم. و همینطور هم میشه یه توپ پینگ پونگ که استنلی باش خاطره داشته رو پیدا میکنن. حالا جدا میشن تا هر کدوم دنبال یادگاری های خودشون برن و قرار میشه که شب توی کتابخونه مایک همو ببینن. بولی به خونه قدیمیشون میره. چندین سال با پدرش صحبت نکرده و تازه میفهمه که پدر خیلی وقت پیش مرده. حالا یه زن اینجا زندگی میکنه و با اصرارش بولی میره که یه چایی بخوره. وقتی خونه بچگیشون رو میگرده یاد لوازمی که قبلا مخفی کرده بود میفته و از دریچه هوا یه پاکت سیگار و کارت عاشقانه ای رو در میاره. این کارت رو همون موقع ها بن برای بولی فرستاده بود، اما اسمش رو ننوشته بود و بولی هم برای همین فکر میکنه که بیل این کارت رو براش فرستاده و اصلا به خاطر همین عاشق اون شده. میره پیش زن صاحبخونه و تازه متوجه رفتارهای عجیب این زنم میشه. زن از آشپزخونه میگه من و پدرم سالها پیش اومدیم به این شهر. اون موقع هیچی پول نداشت و یه سیرک را انداخت. به ولی به تابلوی عکس این زن کنار پدرش نگاه میکنه و سری مردو میشناسه. پنی‌وایز بدون گریم دلقک. یه دفعه پیرزن موجودی وحشتناک تبدیل میشه و میاد دنبال به ولی. اونا که این فهم خود پنی‌وایز و فقط داره اذیتش میکنه سری از خونه در میره. میریم پیش بیل، در حال رفتن سمت خونه قدیمیشونه که توی مغازه دوچرخه بچگیشون میبینه. با خوشحالی میره داخل و بعد اینکه فروشنده میفهمه خیلی پول داره ازش $300 میگیره که دوچرخه رو بهش بفروشه. تو پرانتز بهتون بگم این فروشنده که میبینیم استیون کینگ نویسنده واقعی کتاب ایته. بیل خیلی ذوق کرده و باهاش سمت خونه قدیمیشون میره. با دیدن دریچه فاضلابی که برادرش اونجا کشته شده بود خیلی به هم میریزه. یه لحظه صدای برادرش از اونجا میاد و اونم همونجا میبینه. قایقی که بیل براش ساخته بود رو دست گرفته و بیل که باورش نمیشه میره جلوتر. یه لحظه موجوداتی دستش از سوی دریچه میگیرن و با هر زحمتی که هست از اونجا خودش رو دور میکنه. حالا قایقو از اونجا برداشته و متوجه بچه دیگه ای میشه که یه اسکوترم داره اونجا وایساده. بچه میگه منم مثل تو که از فاضلاب صدا شنیدی خیلی چیزها از چاها میشنوم. بیل با ترس میره سمتش و میگه هیچ وقت نباید سمت این فاضلاب بیای و توی اولین فرصت از این شهر برو. بچه‌م که رفتار بیل ترسیده خدافظی میکنه و میگه میخوام برم شهر بازی. حالا میرسیم به بن. به مدرسه قدیمیشون رفته. توی خاطراتشه و یاد یکی از صحبتاش با بولی میفته. اون موقع وسط صحبت یه رفیق بولی تبدیل به این موجود شیطانی شده بود و فهمیده بود که پنی‌وایز و افتاده بود دنبال بن. حالا که از توهم بیرون میاد میفهمه مهمترین یادگاریش چی بود و بعد رفتن سراغ یه صندوق قدیمی نامه‌ای که بار اول بولی امضاش کرده بود و برمی‌داره. بزرگترین خاطره بچگیش همینه. نوبت ادی میشه. اول میره به یه داروخونه که یه اسپری آسم بگیره. و میفهمه یکی از مهمترین خاطرهاش همینجا بوده. اولین باری که تو بچگی با پنی‌وایز برخورد کرد توی همین داروخونه اومده بود که اسپری آسم بخره. صدایی از سمت زیرزمین میشنوه و وقتی کسی دورش نیست به اونجا میره. مثل بچگیش که همینجا پنی‌وایز رو دید یه زامبی بهش حمله میکنه و موفق میشه دوباره دستش در بره. با اسپری آسمی که حالا میدونه همون یادگاریش میتونه باشه میره سمت بقیه. ریچی هم به یونت بچگیش میره که کلی از وقتاشو اینجا میگذرون. خاطره مهمی رو به یاد میاره.
یه بار که اینجا بود با پسری آشنا شد و انگار غیر دوستی حس بیشتری هم بهش شکل داده بود. اما اون بچه فامیل هانری قلدر شهر بود و مهم اینه که میفهمیم ریچی همجنسگرا بوده و همیشه اینو از دوستاش انگار پنهون کرده. سکه دستگاه به عنوان یادگارش میبره و وسط میدون شهر کنار یه مجسمه بزرگ یه دفعه پنی وایز رو میبینه. یادتونه که ریچی فقط از دلقک ها میترسید و برای همینم برخلاف بقیه پنی وایز شبیه واقعیت خودش جلوش ظاهر میشه. مدام بهش میگه تو یه راز مهم داری و میترسی بقیه بفهمن، مخصوصا ادی. این توهم هم تموم میشه و ریچی مثل بقیه به هتل اقامتشون میره، اما مستقیم میرسن تو اتاقش و بقیه میگه که من دیگه اینجا نمیمونم. بنم میره تا بفهمه چی شده و بیل و بیولی که تنها میشن یه بار دیگه همون میبوسن. ادی هم توی دستشویی که پشت سرش هانری قاتل رو میبینه. هانری بی هیچ رحمی چاقو رو تو صورت ادی فرو میکنه، اما فقط باعث زخمی شدنش میشه و ادی برای قایم شدن پشت پرده همون چاقو رو به شکم هانری میکنه. اونم مجبور میشه در بره. وقتی بقیه سر میرسن میبینن هانری بیرون هتل چاقو رو در میاره و انگار هیچیش نشده. این در حالیه که طبقه پایین بیل و بیولی گرفه اسکوتر میبینن که ازش داره خون میریزه. بیل با آرومی زیرش نگاه میکنه و نوشته این یکی هم نمیتونه نجات بده. این فهمه برای همون بچه یکی جلوی خونه قدیمی دیده بود و بدون هیچ حرفی راه میفته سمت شهر بازی که بچه میخواست بره. اونجا به این سافاری وحشت برخورد میکنه که بچه داره میره داخلش. اونم میره دنبالش و میبینه که بچه توی یه دونه اتاقه که انگار شیشه ای گیر کرده. با دیدن بیل ازش میترسه و میگه چرا داری تعقیبم میکنی؟ بیل میگه سری بیا بیرون جونت تو خطره، اما بچه گوش نمیده و از طرف دیگش پنی وایز سر میرسه. حالا تو سکانس وحشتناک به زور شیشه رو میشکنه و جلوی چشمای بیل یه دفعه بچه رو میخوره. ریچیو میبینه که بعد اتفاقهای توی هتل جدی جدی راه افتاده که از شهر خارج شه، اما وسط راه به یک کنیسه یهودی ها میرسه و یاد خاطره یه بچگیش میفته. استنلی توی این کنیسه برای جشن 12 سالگیش به همه گفته بود که هیچ وقت ناامید نشید و همیشه چیزی باشید که دوست دارید. این خاطره ریچیو به سمت شهر دوباره برمیگردونه تا انتقام استنلی رو بگیره. میریم پیش مایک توی کتابخونه‌شه که گرفه هانری سر میرسه. مایک رو میرازه زمین و به جبران بچگیشون میره جلو که مغزش رو سوراخ کنه. همین لحظه چاقویی تو سرش فرو میره و بالاخره هانری کشته میشه. میبینیم که ریچی برگشته و مایک رو نجات داده. بقیه هم که به کتابخونه اومدن تا مراسم رو شروع کنن از دیدن جنازه شوکه میشن. وقتی از بیل خبری نمیشه بهش زنگ میزنن. بیل فریاد میزنه من نمیخوام دیگه شماها رو از دست بدم، خودم تنهایی دارم میرم سراغ اون. بقیه هم سعی راه میفتن و به همون خونه میرن که 27 سال پیش با پنی وایز روبرو شدن. همزمان با بیل میرسن و با هم میرن داخل. دوتا گروه میشن و وسط گشتن خونه یه دفعه پنی وایز میاد سراغ بن. اونو میگیره و مثل همون قلدرهای مدرسه توی قسمت قبلی با چاقور یه شکمش چیزی مینویسه. به ولی میفهمه قدرت پنی وایز از توی آینه است، چون توی واقعیت کنارشون نیست و با شکستن آینه بنو نجات میده. اون طرف خونه هم بیل، ادی و ریچی کنار همن و با وحشت جنازه دوستشون استنلی رو میبینن. سر جنازه جدا شده و یه رفعه شروع میکنه به صحبت. به بیل میگه تو مقصر همه چیز بودی و در همین حال پاهای عنکبوتی هم در میاره. حمله میکنه بهشون و میخواد ریچی رو بکشه، اما بیل موفق میشه با ضربات چاقو اون رو به این ببره. بالاخره همگی به قسمت پایینی خونه و همون چاه میرسن. این بار دریچه‌ای که قبلا نمیدونستن برای چی رو پیدا میکنن و مایک با اطلاعاتشون رو باز میکنه. یه محوطه عجیبی میرن و همه دیدنش شوکه شدن. وسطش یه حالت محراب وجود داره و با گذاشتن جعبه هرمی مراسمو شروع میکنن. همشون یادگاری هایی که آوردن میرزن داخلش و مایک هم از طرف خودش یه سنگ به نمات اولین باری که با این گروه رفیق شده بود داخلش میندازه. یه دفعه از بالا سرشون نورهای مرگبار فعال میشن و با سرعت سمت زمین میان. مایک میگه اصلا بهشون نگاه نکنید و نورا داخل جعبه میرن. سری با درش رو ببنن، اما انگار یه بادکنک لای در مونده. همین بادکنک به قدری بزرگ میشه که همه از هم جدا میشن و پنی وایز دوباره از جعبه بیرون میزنه. با خنده بهشون میگه مایک کل حقیقتو بهتون نگفت نه؟ هم به مایک نگاه میکنن و پنی وایز میگه اون مراسمی که سرخپوستا اجرا کردن موفق نبود و من همشونو کشتم. بیلی سر مارک داد میزنه که چرا بهمون دروغ گفتی و مایک میگه من مطمئنم که ما میتونیم این کارو بکنیم. اگه بهتون حقیقتو میگفتم نمیومدید. اون سرخپوستا باور نداشتن میتونن این کارو بکنن، اما ما باور داریم و میتونیم موفق بشیم. پنی وایز که حالا شبیه یه موجود عنکبوتی شده میاد طرفشون و با ضربه ای هر کدومو به طرفی پرت میکنه. بیل خودش رو توی یه تله خونه بچگیشو میبینه، جایی که اولین بار با روح برادرش روبرو شد. برادرش رو به بیل 12 ساله میگه تو باعث شدی بمیرم، چون اون روز مریض نبودی و الکی با هم نیومدی بیرون، وگرنه زنده میموندم. بیل این دفعه جای گریه‌زاری میگه نه تقصیر من نبود، من خیلی داداش خوبی بودم و
میدونم تو هم خیلی دوستم داشتی. قرار نیست به خاطر یه اشتباه کوچولو از من متنفر شده باشه، مقصر همه چیز باشم. با از بین رفتن عذاب وجدان خودش این تله از بین میره. بولی و بن نزدیک هم تو دو تا تله گیر افتادن و هر دو دارن خفه میشن. به قبل مرگش بالاخره داد میزنه که بولی من خیلی دوستت دارم. این بزرگترین حسرت بن بود که بالاخره به زبان آوردش. بعدم متن کارتی که براش فرستاده بودم میخونه. شنیدن اینها باعث میشه بولی قدرت زیادی بگیره و با شکستن در روبروش از تله بیرون بیاد. برام دست بن رو میگیره و اونم بیرون میکشه. میبینیم پنی وایز مایکو گرفته و میخواد اونو بکشه. اما ریچی که از جاش بلند شده پنی وایز صدا میکنه و اونم میدوه طرفش. همین لحظه دهنشو باز میکنه و ریچی با دیدن نورهای مرگبار به حالت مسخ شده در میاد. هیولای نزدیکتر میشه و ادی نمیدونه چی کار بکنه. یه دفعه میله از کنارش برمیداره و مدام به خودش میگه من باور دارم این میله به پنی وایز ضربه میزنه. بعد چند بار گفتن این جمله پرتش میکنه و ضربه باعث میشه که ریچی آزاد شه و پنی وایز هم فریادهایی بکشه که انگار کشته شده. ادی می دو سمت ریچی و هر دو خوشحالن که همین لحظه پای عنکبوتی پنی وایز تو شکم ادی میره و اونم فریاد میکشه. هیچ کس کاری از دستش بر نمیاد. ادی داره جون میده و با نفسهای آخرش به دوستاش میگه باور شما میتونه اونو شکست بده. فقط کافیه به پنی وایز بفهمونید که مقابل شما کوچیکه و هیچی نیست. بقیه سری فکری به سرشون میزنن و دلقک و دوره میکننش. اونم با سرعت میاد طرفشون. اول از همه بیل میگه من مقصر مگه برادرم نبودم. تو هم دیگه منو نمیترسونی. هر کدوم یه جمله اینطوری در مورد ترس هاشون میگن و انگاری عذاب وجدانشون رو فراموش کردن و پنی وایز لحظه به لحظه کوچیکتر میشه تا به اندازه یه نوزاد در میاد. بچه‌ها میرن جلو و با فرو کردن دستشون قلب اونو در میارن و در آخر با فشار همدیگه اونو نابود میکنن. بالاخره همه چیز تموم شده، اما به خاطر قدرت زیادی که داره از پنی وایز بیرون میاد تمام سنگ ها دارن فرو میزن. سری همه خونه فرار میکنن و همه چیز جلوشون نابود میشه. به یاد بچگی بوی دریاچه میرن تا خودشون رو تمیز کنن. ریچی از مرگ ادی همش گریه میکنه و حالا میفهمیم که رازش چی بوده. پنی وایز میدونسته که ریچی جدا از دوستی عاشق ادیه، اما هیچ وقت نه اینو به اون گفته نه به بقیه دوستاش. بن و بولی هم بالاخره همو میبوسن. بعد بیرون اومدن دریاچه هر کدوم راه خودشون رو میرن و میفهمن که زخمای روی دستشون هم از بین رفته. بیل موفق میشه رمانی در مورد این داستان ها بنویسه که انگار فیلمنامه همین سری فیلم ایته. مایکم بالاخره این شهر رو پشت سر میذاره تا دنبال زندگیش بره. وقتی همه به زندگیشون رسیدن نامه های دریافت میکنن که همه از طرف استنلی فرستاده شده. نوشته که من خیلی آدم ترسویی ام و میدونم که حریف اون موجود نمیشم و فقط جلوی شما رو میگیرم، اما الان میخوام جون خودم رو بگیرم چون از زندگیم خستم و اینطوری شاید شماها بدونید که کار اون هیولا خیلی بزرگه و با انرژی بیشتری بتونید شکستش بدید. برام ازشون خواسته که به زندگیشون ادامه بدن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. با قسمت دوم فیلم ایت پرونده پنی وایز بسته میشه، اما یه سری شایعه هست که قسمت سومش هم داره ساخته میشه، کتابش هم داره نوشته میشه و به زودی میاد بیرون. ولی خب به نظر من نباید مانور بدن روش به خاطر اینکه این دوتا قسمت واقعا خوب بودن و تموم شده همه چی. اگه بخوان ادامه بدنش امکان داره خراب بشه. همونطور که نسخه قبلم گفتم ایت خیلی قشنگ میاد نشون میده که ترس های آدما چقدر میتونن کشنده و مضر باشن. توی نسخه دوم یه چیز دیگه هم به ترس اضافه میشه. نسخه اول فیلم فقط در مورد این بود که ترس ها نابودتون میکنن. نسخه دوم در مورد اینه که عذاب وجدان هم میتونه همونقدر کشنده باشه. همونطوری که دیدید تمام اتفاقات این قسمت بستگی به عذاب وجدان داشت برخلاف اولیه. برای این مثال درد بیل این بود که نمیتونست خودش رو به خاطر برادرش ببخشه، در حالی که نسخه قبلیه یه چیز دیگه بود. خلاصه که میگم یه سری چیزا رو من الان بهتون میگم شاید خلاصه فیلم درک نکرده باشید، باید فیلمو کامل ببینید به خاطر اینکه نمیتونم تک تک دیالوگا رو بهتون بگم. ولی یه سری دیالوگای خیلی ریز و کوچیک داره و خیلی صحنه هست که من اصلا نتونستم توی خلاصه بذارم چون طولانی میشد، اما واقعا وقتی پشت هم دیگه قرار میگیرن خیلی قشنگ فیلمو شکل میدن. نکته جالب دیگه در مورد جمله ای هست که موقع اون مراسم آخر فیلم به زبون میارن، خیلی جمله باحالیه، میگن که turn dark to light، تاریکی رو به نور تبدیل کن. و این جمله انقدری برای انگاری پنی وایز دردناک و سنگینه که باعث شد در آخر اون از بین بره و خیلی قدرتش کم بشه. اینم نمیدونم تو خلاصه فیلم اشاره کردم یا نه، ولی وقتی که بحث در مورد این بود که چرا سرخپوسته قدیم نتونستن پنی وایز از بین ببرن، مایک میگه که اونا باور نداشتن بهش، ولی ما باور داریم که این مراسم میتونه اثر داشته باشه و جنگ با پنی وایز همش در مورد باورهامونه. اگه باور کنی توهم واقعیان میکشنت، اگه باور کنی توهم الکیان از بین میرن. همه چیز در مورد باورهاست و خیلی این قشنگه که نشون میده جنگ با ترسهای تو فقط در صورتی امکان پذیره که تو باور داشته باشی میتونی اونا رو شکست بدی.
خیلی جمله سنگینی. هم به عمقش فکر کنید. میگم فیلمای ترسناک درست ترسناکن، درست خیلی ها میگن کس که میبینهشون روحیه داغونی داره. آقا اینطوری نیست. بعضی از فیلم ها ترسناک ظاهر میشن تا بتونن حرف فلسفی مهمی بهتون بزنن. عین هزاران هزار فیلم مختلف و یکیش همین ایته. فلسفه ای که استیفن کینگ پشت این جنگ با پنوایز ساخته خیلی مهمه. داره بهت نشون میده که چجوری تو میتونی با ترس هات بجنگی. ترسایی که زندگیتو دارن نابود میکنن. اول از همه باید یادگاریایی پیدا بکنی از زمانی که بزرگترین ترس رو تجربه کردی. بعد که اونا رو تمام کردی باید همه رو بسوزونی بدونی که دیگه هیچکدوم وجود ندارن و بعدش باید شروع بکنی به اینکه اون ترس رو انگاری بکنی تو یه جعبه قایمش بکنی و وقتی میخوای کار انجام بدی هم خیلی سخته. باید با ترس یه جنگ بزرگ داشته باشی، جنگی که بچه‌ها با پنی‌وایز داشتن، اما در آخر موفق میشی که به خودت بفهمونی اون خیلی کوچیکه. هرچی به ترس بفهمونی که تو خیلی کوچیکی، بی ارزشی و من دیگه ازت نمیترسم، اونم خیلی کوچیک‌تر میشه و در آخر میتونی قلب اون ترس رو در بیاری و نابودش بکنی و این میشه تموم شدن همه چیز، یه زندگی جدید بدون اون وحشتی که زندگیتو نابود کرده بود. دیگه همین، خواستم فقط یه برداشت کلی و از این دوتا کتاب مهم بگم به خاطر اینکه استیفن کینگ واقعا فوق‌العاده است. یعنی من میتونم بشینم ساعت‌ها و ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها فقط به حرفای این بشر گوش کنم به خاطر اینکه خیلی حرفای مهمی توی کتاب‌ها و فیلم‌هاش که می‌نویسه میاره. مهم‌ترینش شاینینگ بود، ایت همینطور، فیلم میست یا مه که گذاشتمش همینطور، رستگاری شاوشنگ، هزاران هزار چیز مختلف هستش که من از این بشر یاد گرفتم و واقعا هم میگم خیلی از معالای زندگیمو بهش مدیونم. دیگه همین، ببخشید طولانی شد، بخواستم فیلم ایتو با یه سری حرفای مهم ببندیم که دیگه چیزی پشتش نمونه. خیلی دوستتون دارم، حتما توی کانال زاپاس جوین بشید، لایک کامنت ساب یادتون نره. زتونم گلسی.